حمق الذي عانت الكثير وخسرت الكثير من الشهداء ولازلنا حمق اليوم. افتخه من محمود عرابی از سوریه از استان حمص پایدار هستم. حمص درد و رنج کشیده که شهدای زیادی تحمیل کردن، اما حمص امروز خوشحال است به خاطر موضع زیبا، بزرگوارانه و انسانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در کنفرانس بین المللی پاریس. با تشکر بسیار از ایشان و درود بر او از سوی همه انقلابیون استان حمص و انقلابیون سراسر سوریه به او میگوییم که ما همه در یک سنگر هستیم و در برابر استبداد، سرکوب و کشتار پایداری خواهیم کرد. درودی از صمیم قلب به او میفرستم و پیامی از طرف انقلابیون سوریه که در برابر دستگاه سرکوب شبه نظامیان ایرانی سوری ایستاده است. امروز مردم سوریه تنها با رژیم بشار اسد مواجه نیستند، بلکه آنها رو در روی رژیم ایران و گردانهای حزب الله و شبه نظامیان صدر از عراق ایستادند. خواهر مریم، درود بر شما به خاطر این موضع بزرگوارانه و از شما تشکر میکنم. ما مبارزه من را تا رسیدن به آزادی و پیروزی بر این رژیم و تا تحقق پیروزی شما بر رژیم آخوندی در ایران ادامه می دهیم. ما به یاری خدا به زودی پیروز خواهیم شد. درود بر شما و بر همه مجاهدان پایدار در شهر اشعر. من به طور ثابت با تیمای آزادی در تماس هستم و همکاری می کنم. در حمص سوریه باران کور با موشک‌های ارسالی از طرف رژیم ایران همچنان ادامه دارد، به ویژه در محله بابا عمر. در این محله تاکنون بیش از 700 نفر شهید شدند، بیش از 500 خانه منهدم شدند. در حال حاضر ما هزاران مجروح داریم، تا همین نقطه 2000 مجروح داده‌ایم. هیچ امکانی برای درمان در صحنه وجود ندارد. دارو به قدر کافی در اختیار نیست، مواد غذایی بسیار کم است. امروز ارتش سوریه با همدستی دارودسته‌های حزب الله و سپاه پاسداران رژیم ایران اقدام به یورش به اماکن تجاری و آتش زدن داروخانه‌ها کرده تا کودکان ما را از شیر و دارو محفوظ کند، تا مجروحان ما جان خود را از دست بدهند. در این مدت گلوله باران متوقف نشد. من خودم در همین محله بابا عمر شاهد بودم که یک نفر با گلوله تکتیراندازان رژیم ایران از ناحیه کت مورد اصابت قرار گرفت، ولی خوشبختانه او جان خود را از دست نداد. من به رژیم اسد و رژیم ایران همچنین به احمدی نژاد که مردم سوریه را همانند مردم ایران به قتل می‌رساند میگویم که انقلاب مردم ایران ادامه دارد، همانطور که انقلاب سوریه ادامه دارد، و ما از انقلاب ما کوتاه نمی‌آییم. هر چقدر که نظام اسد می‌خواهد از لباس شخصی‌ها و از مزدوران رژیم ایران و از حزب الله استفاده کند، كما انه حديثا يستخدم ميليشيات العراقيه لقمع الشعب السوري. بله، بعد از این توضیحات تکان دهنده آقای عرابی در مورد ماموریت‌ها و موقعیت کنونی ارتش آزادی سوریه اینطور گفتند. الان يقوم الجيش السوري في حمايه المظاهرات السلميه من القصف ومن الاسد ونظام. الان ارتش آزادی اقدام به حفاظت از تظاهرات مسالمت آمیز مردم در برابر مزدوران رژیم و حزب الله زده است. ارتش آزادی سوریه در حال حاضر در بیشتر استان ها مستقر است. الان در حمص ما گردان فاروق را داریم که از تظاهر کنندگان در نواحی مختلف حفاظت میکنند. گردان فاروق همان گردانی است که توانست عناصری از سپاه پاسداران را دستگیر کند و الان آنها در حمص نگهداری میشوند. اخیرا در مدتی کوتاه شمار زیادی از افسران آزاد از ارتش بشار اسد جدا شدند. آنها گردانی به نام گردان ابابیل در شهر حلب تأسیس کردند. گردانهای دیگری هم مثل گردان حمزه در ادلب و گردان ابیجودا در استان حما، گردان فاروق در استان حمص و چندین گردان دیگر تشکیل شدند. ماموریت همه این گردانها حفاظت از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم است. دستگیری عناصر حزب الله، سپاه پاسداران و سایر مزدورانی که از لبنان و ایران و عراق می آیند از دیگر اهداف این گردان ها. بله، در ادامه از آقای عرابی در مورد روحیه خانواده های شهیدان پرسیدیم، با خصوص که روزانه تعدادی رو هم از دست می دند، این که به چه صورتی هست، به ویژه خانواده هایی که چند شهید تقدیم کردند. في البداية لا يوجد أي حزن على الشهداء، فنحن نعلم بأن شهداءنا في الجنة وقتل الجيش السوري وعناصر حزب الله والحرس الثوري في النار.
ما برای شهدایمان اندوهناک نیستیم، زیرا می‌دانیم که آنها در بهشت هستند و کشته‌های رژیم سوریه و پاسداران رژیم ایران در آتش جهنم. در میان خانواده‌های شهیدان و فرزندان آنها یک خوشنودی آشکار دیده می‌شود. آنها اندوهناک نیستند، چون می‌دانند که عزیزانشان در بهشت هستند. روحیه خانواده‌های شهیدان و رزمندگان ارتش آزادی از این جهت بسیار بالا. در حمص روزانه گردان‌های اسد خسارات زیادی می‌بینند. در هفته گذشته سه تانک ارتش توسط رزمندگان گردان فاروق که در این ناحیه و در تمام نواحی حمص حضور دارند به آتش کشیده شد. از طرفی ارتش سوریه برای بازسازی گرفتن مناطقی که از دستش خارج شده در همه استان‌ها اقدام به حملاتی کرده. اخیراً یک حمله گسترده از دمشق به حمص شکست خورد و دفع شد. من از سیمای آزادی به دلیل همبستگیش با مردم سوریه تشکر میکنم و همچنین از طرف مردم آزاد سوریه به برادران ما در اشرف پایدار درود میفرستم، به کسانی که در برابر رژیم سرکوبگر ایران ایستادند. ما در یک سنگ هستیم و پیروزی به اذن خدا نزدیک است. يقاومون أحسن نظام قمعي في إيران، ونحن أيضا هنا نواجه ما بعد إسداد في سوريا. نحن في خندق واحد والنصر قريب إن شاء الله.